الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي و ارواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب در جلساتی که قبلا به بحث اصول تزکیه می پرداختیم مراحلی رو پشت سر گذاشتیم و با هم مرور کردیم، نه اینکه حالا طی کرده باشیم اون مراحل رو با هم، بلکه از کنار اسامی و سرفصل‌های اون عبور کردیم که هر کدوم به نحوی می‌خواستن انسان رو متقاعد کنن برای طی طریق، برای قدم برداشتن در این راه، هر کدوم می‌خواستن به نحوی انسان رو متقاعد کنن به اینکه قدم در این راه بگذاره، هر کدوم می‌خواستن به نحوی نه تنها انسان رو متقاعد کنن بلکه ملتزم کنن به اینکه حتما در این راه قدم برداره و از این راه هم قدم بر نداره، به جای دیگه‌ای بگذره. مثلا نگاه بکنید، ما می‌گفتیم آدم خودشو بشناسه خیلی خوب متقاعد میشه به این که بیاد دینداری کنه. آدم حیات رو که بشناسه، بفهمه زندگی حقیقتش چیه، دیگه الکی در نمیره از دستورات دینی، خیلی متقاعد میشه بیاد دینداری بکنه. آدم وقتی حقیقت راه رو بشناسه که آقا راه ارزش به دست آوردن چیزی نیست جز این که تو سختی ها رو به این نحوه مدیریت کنی، به این نحوه برخورد کنی و به این نحوه به استقبالشون بری. وقتی انسان راه رو دقیقا شناخت که راه قدم برداشتن بر خلاف دوست داشتنی هاست، دیگه دعواش نمیشه با خدا بگی خدایا چرا دستورات تو همش ما رو اذیت میکنه. میفهمه که اصلا برنامه اینه، برنامه اینه که من خلاف نفسم یک اتفاقاتی بیفته. وقتی که انسان نقش راهنما رو شناخت، اون چهار تا معرفت کلیدی، وقت با راهنما ارتباط دیگری برقرار میکنه، سعی نمیکنه راهنما رو دور بزنه، سعی نمیکنه زیر در رویی کنه در مقابل دستورات راهنما، و حتی به راهنما عشق خواهد ورزید. اینکه ما این چهار تا معرفت رو و قبلش معرفت ها همراه با احساسات قلبی فطری رو سعی می‌کردیم که مرور کنیم، هشت مرحله گذشته رو، برای این بود که انسان متقاعد بشه به اینکه قدم برداره و ملتزم بشه به اینکه تو این راه حرکت بکنه. تعابیر دیگری هم بذار بدید استفاده کنیم، احمقانه بدون دینداری نکردن رو، بیدینی رو احمقانه بدونه، یا بیدینی رو یک نوع قساوت قلب، یک نوع سبکی و سبکسری و جلف بودن تلقی بکنه. شما انشالله در زمان ظهور حضرت خواهید دید بیدین یعنی آدم بی کلاس، یعنی آدم بی شخصیت. دیگه هیچ کس نمیتونه آدمی که نماز نمیخونه رو آدم با شخصیتی تلقی بکنه. یعنی کسی بخواد بیدینی کنه، بیدینیشو خودش پنهان میکنه از چشم مردم، چون خیلی زایعه بیدینی کردن. الان شما میبینید یک کمی بیدینی کردن بعضی جاها برای بعضی ها هنوز کلاس داره، بخواد اینکه سطح معرفت جامعه پایینه، یعنی در اون اندازه‌ای که باید نیست. اگه سطح معرفت بره بالا، بیدینی میشه بیکلاسی،
میشه زایه بودن، میشه زشت بودن. قبحش بیدینی آشکار میشه. اون معرفت ها رو آدم دقیق کنار هم دیگه بچینه، نه تنها ملتزم میکنه خودشو به دینداری، متقاعد میشه به دینداری، بلکه دینداری براش راحت میشه. حالا همینجا اینو عرض بکنم، هر کسی هر قسمتی از دینداری دید براش سخته، بره معارف مقدماتی خودشو کنترل بکنه. دینداری سخت نیست، اگه سختی هم داشته باشه سختی ملس و دلچسب و قشنگی داره، سختی لذت بخشی داره، مثل سختی وزنه بردارای قهرمانی که خب بله برداشتن این وزنه از رو زمین سخته، همین یه بارش هم که نیست، 24 ساعته داره تو اردو حتما وزنه میزنه که میتونه اینجا این وزنه رو برداره، ولی براشون لذت بخشه، شیرینه. اگر کسی دید دینداری براش سخته، بدونه که سطح معرفتش پایینه و باید این معرفت رو درستش بکنه. خب ما حالا راهمون رو ادامه بدیم. آخرین مباحث ما این بود که بعد از این که حالا ما آسون شد دینداری، درست حسابی آسون بشه ها، پدر مادرها مواظب باشن، معلم ها مواظب باشن، از بیراه دینداری رو آسون نکنن برای بچه ها. بیراه مثل چی میمونه؟ مثل این که بچه من اگه شما نماز بخونی من یه دونه موتور برات میخرم. معلوم نمیشه که این عشق موتوره یا عشق ادب. گفتیم نماز رو به خاطر ادب باید یاد داد، فلسفهش اینه. یا خالی بندی نکنیم، بگیم ببین اگر شما 40 روز نماز بخونی یه دفعه جبرئیل امین رو میبینی، بعد بالهای او خواب میبینی، خوابو میای برای ما تعریف میکنی، ما میبریمت برای مسجد محل برای همه تعریف بکنیم. ببین این بنده خدا رو، بچه رو توی حال و هوای علکی ننداز. یعنی بنده خدا میخونه با چه اشتیاقی، میگه خواب میبینم آخرش دیگه، بعد نمیبینه. جبرئیل که چه عرض بکنم، انشالله عزرائیل رو هم نبینه، حالا بعدن ببینیم هممون. بالاخره نباید از بیراهه کسی رو انگیزه براش ایجاد کرد. حالا ممکنه گاهی از اوقات یه تشویق و تنبیهی، تنبهی باشه، تذکری باشه، کمکی بکنه، ولی بعد از راهش رفت. راهش همین بر اساس این طرح همین مناظری است که ذکر شد، حالا ممکنه طرحهای دیگری هم باشه. تا اینجا بحث رسید که آدم معتقد شد به اینکه باید قدم برداره، معتقد شد به اینکه سختی‌های راه رو هم باید بچشه، اصلا راه سختی داره و جانم به سختی‌هاش، معتقد شد به اینکه لا یمکن الفرار من حکومتک، خب من اگر دینداری نکنم دنیا خیلی با من راه میاد، دنیا با من بدتر خواهد کرد، من اگه اینجا مبارزه با نفس نکنم یه جای دیگه دو برابر باید مبارزه با نفس بکنم، خسرت دنیا و آخره، اعصابم هم خرد میشه، بعد هیچ جلایی پیدا نمیشه در روحم. مثل وزنه برداری، خیلی ها که دیسک کمر میگیرن وزنه برداشتن، نه جایزه میگیرن مریضم میشن. آقا تو چجوری وزنه برمیداری که دیسک کمر میگیری بعد جایزم نمیگیری؟ نصف اون وزنه بردار محترمم نیست، اون وزنه بردار وزنه برمیداره دیسک کمر نمیگیره جایزم میگیره، تو بی حساب برمیداری دیگه، بدجور رفتی سراغ وزنه. دنیا همینه، میگه میفرماد در واقع خداوند متعال اینجوری میفرماد، اگر شما مبارزه با هوای نفس کردی به خاطر دستوری که من بهت دادم، مثل وزنه بردار میشی، جایزه میگیری دیسک کمرم نمیگیری، پهلوات هم خیلی محکم میشه. اما اگر شما مبارزه با هوای نفس نکردی، مبارزه با هوای نفس خواهی کرد، مبارزه با هوای نفس خواهی کرد و بدترش هم مبارزه میکنی، زجرم میکشی، اعصابت هم خرد میشه، اون دنیا هم میری جهنم. جهنم میری برای اینکه چرا اینقدر اینجا زجر کشیدی. خب پس حالا یک کسی متقاعد شده بالاخره که آقا من باید تو این راه قدم بردارم، اصلا شکوفا میشم وقتی تو این راه قدم برمیدارم. راه رو هم خلاصش رو عرض کردیم. تو این مسیر اولین قدم چیه؟ فرمودن که اولین قدم عزمه. من چون وقت نداریم
قدم‌های اول رو چند و چند تا برمی‌دارم، بلکه تو این شب‌های آخر ماه مبارک رمضان به یه جایی برسیم. ضمن این که خدمت شما سروران عرض بکنم یا سوال کنم، تو این سه دهه ماه مبارک رمضان کدام دهه مهمتر از همه دهه هاست؟ دهه اول یا دوم یا سوم؟ دهه سوم. مثلا شب‌های قدر تصویب شده، آقا این دارایی های بسیار ارزشمند مادی و معنوی رو به شما بدن، تصویب شده. شما اومدید دعای مثلا حالا مراسم شرکت کردی تو خونت، هر جایی شب نورانی بوده، یه آهی یه اشکی خدا بهت عنایت کرده. بخشی از این چیزایی که برای شما تصویب میکنن همیشه اینجوریه، میگن اگر بنده خوبی شد، اگر عبادت کرد بهش بدید. بعد طرف بعد از اینکه شبای قدر رفته تصویبم شده براش، شبای بعدیشو میگیره میخوابه، هیچ بهش نمیرسه، میگه حالا تصویب شده بعدن. خب شما بعدن که دیگه نور نداره وجودت، مثل شب آخر، شبای آخر ماه رمضان. شبای آخر ماه رمضان پاک شدی، عبادتت میره بالا. وقتی عبادتت میره بالا چرا عبادت نمی کنی؟ ما شب عاشورا جلساتمون چجوری میشه توی شهر؟ دهه آخر باید هم اینجوری باشه. پیامبر گرامی اسلام دیگه تقریبا خانه نمیرفتن دهه آخر از مسجد، درسته؟ معقولش همینه دیگه. حالا که پاک شدی بیا برو بگیر چیزایی که تصویب شده. این دهه نگیری وقتای دیگه نمیگیری، یا وقتای دیگه بهت نمیدن، وقتای دیگه اینقدر نورانی و باصفا نیستی. ببینید ما چقدر فرهنگ دینیمون توی گوشه هایی خیلی ضعیفه، اصلا خیلی عجیبه. یه جایی آدم احساس میکنه یه کمی بدم هست، برای سطح فهم و فرهنگی مردم خوب ما بده اصلا اینجور رفتارها، که بعد از شبای قدر آدم عبادتشو کمرنگ بکنه. بعضی از کشورها هستن ماه رمضان کلن برنامه‌های زندگیشون رو تعطیل میکنن، یعنی تعطیل ماه رمضان. بنده اون پیشنهادو ندارم، ولی انشالله سطح فرهنگی جامعه ما به جایی برسه که بعد از شبهای قدر مردم تعطیل کنن، به عبادت بپردازن. الان سطح فرهنگی متاسفانه اینقدر بالا نیست که اگه تعطیل شد مردم به عبادت بپردازن. مردم میرن به بنایی و یه کارهای دیگه جنبی دارن، تفریحاتشون میپردازن. ولی بچه مذهبی ها باید این فرهنگ رو باب کنن. خب بچه مذهبی ها دیگه شبای آخر مهمونی ندن، مهمونی نرن، نه دیگه مسجد، برنامه داریم مفصل. هیئت ها یه دهه برنامه دارن، هیئت هایی که برای شهادت امیرالمومنین تا آخر ماه رمضان شبها روزه نمیگیرن هیئت های ضعیفی هستن، درک شیعی ضعیفی دارن. من با جسارت متاسفانه باید عرض کنم برای امیرالمومنین هیئت ها چند شب عزاداری میکنن؟ و همین هیئت ها شبهای ماه رمضان تعطیل، اشتباهه. امام حسین فدای امیرالمومنین شد، حضرت زهرا فدای امیرالمومنین شد. سه گروه رو امیرالمومنین باهاشون جنگید، قاسطین و مارقین و ناکسین. یه گروه موندن، پارکابیای خائن امیرالمومنین. امام حسین فقط با اون یه گروه جنگید. امام حسین شهادتش برای لو دادن یه گروه از دشمنای امیرالمومنین بود. سه گروه دیگه از دشمنای امیرالمومنین خودش امیرالمومنین با اونا جنگید. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که ثواب قبر زیارت قبر امیرالمومنین علی علیه السلام بالاتره یا ثواب قبر زیارت قبر مطهر آقا ابو عبدالله الحسین؟ مسجد نورانی این دو بزرگوار ثواب زیارتشون کدومشون بالاتره؟ شما خیلی ثواب برای کربلا نقل کردید، یعنی بیان فرمودید. حضرت فرمودن ثواب زیارت
مزجع شریف امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به ثواب زیارت حرم امام حسین مانند فضیلت خود امیرالمومنین بر امام حسین بیشتر است. شبای آخر ماه رمضان رو فوق‌العاده باید قدر دونست. این بحث فردی نیست، این بحث فرهنگیه. شبای قدر هر کی بخشیده شده راست میگه، شبای بعد بیاد این پاکی خودشو تثبیت کنه. شبای قدر هر دعایی مستجاب شده راست میگه، صادقانه دعا کرده براش مستجاب شده، شبای بعد به عبادت بپردازه تا این چیزایی که تصویب شده بهش بدن، چون شما وقتای دیگه این صفای شبای آخر ماه رمضان رو ندارید. ضمن این که شبهای آخر ماه مبارک رمضان در واقع میشه دهه امام زمان علیه السلام هم نامگذاری بشه. تو مفاتیح دعای اللهم کن لولی یک مال دهه آخر ماه مبارک رمضانه. و اصلا ما باید سوگواری کنیم در شبهای بعد از 23 ماه مبارک رمضان، هر شب برای غیبت آقا امام زمان. چرا؟ چون شب 23 منتظر بودیم خبر ظهور حضرت منتشر بشه، نشد. ایراد از ما است. شبای آخر شبای عبادته، چون اگه شبای آخر کسی بخشیده نشه دیگه شقیه. پس ببینید چند تا دلیل وجود داره غیر از اون دلیل اولی که عرض کردم. سیره پیامبر گرامی اسلام بود که دیگه شبهای آخر ماه مبارک رمضان رو، دهه آخر رو به استراحت نمی پرداختن. یه دهه. اصل اعتکاف هم مال همین دهه است. اصل اعتکاف، اعتکاف رجبیه، اعتکاف شعبانیه، اصلش پرثوابترش مال ماه مبارک رمضان این دهه آخره. 3 روزش رو دیگه آدم سنگ تموم بگذاره اعتکاف بره. منتها یه مقدار ماه مبارک رمضان برای ما تشریفاتی تموم شده. گفت چقدر تموم شده بسات؟ گفت دیگه تشریفاتی با زوربیا و بامیه و سوپ و آش و اینا که حساب بکنی یه مقدار دیگه تشریفاتی تموم شده. بعد از این تشریفات هم که میدونید آدم توی هر زمینه به تشریفات افتاد، تشریفات میاره، تعارف میاره، دروغ میاره، گناه میاره، ثواب میاره، تشریفات میاره. اگر 2 دهه گذشته ماه رمضان رو ما درگیر تشریفات بودیم، دیگه بعیده کنده شدن تشریفات در دهه سوم. بنده هم آب در هاونگ میکوبم. ولی خیلی ها هستن، آدم های فهیمی هستن، آدم های با دقتی هستن، میبینن تو مسجدشون 10 شب بناس افطاری داده بشه، میگه خب این 10 شب رو میذاریم برای چی؟ برای دهه سوم. میخوان تو هیئتشون مثلا 2 شب برنامه بگیرن، میگن شبای بعد از شهادت امیرالمومنین عزاداری باید کرد برای امیرالمومنین. حالا این تذکر شب دهه سوم ماه مبارک رمضان رو من وسط بحث یه دفعه تردن للباب عرض کردم، از بس پر اهمیته و متاسفانه بهش پرداخته نمیشه. حتما مسئولین محترم صدا و سیما برنامه‌های خودشون رو باید در دهه آخر متمرکز بفرمایند، سر اینکه این رونق ایجاد بشه، یادآوری بشه، انشالله مردم ما توجه کافی دارن. برنامه‌های شخصیمون، برنامه‌های جمعیمون در شب‌های آخر کاملا متفاوت باشه، همونجوری که پیامبر گرامی اسلام کاملا رفتارشون متفاوت می‌شد. ما نمی‌تونیم مثل پیغمبر اکرم رفتار بکنیم، مثل امیرالمومنین رفتار بکنیم. خب طبیعتا میتونیم به سمتشون حرکت بکنیم. اونا تغییر میدادن رفتار خودشون رو، بیشتر میکردن عبادت رو، ما هم بیشتر کنیم. ما هر چی بوده میتونیم یک کمی بیشترش کنیم، و الا اون وقت یه چیزایی رو از دست میدیم که دیگه آدم به خاطر از دست دادن نعماتی که تصویب شده بهش بدن بره جهنم، خیلی این ضرره. حالا وقتی یکی گناهی کرده، کیفی کرده، میخواد بره جهنم، حالا میگیم یک کیفی کرده رفته جهنم. این کسی که
نور شبهای آخر رو الکی از دست دادیم. ما که نمیدونستیم که اینجوری میشه که این همه از دست میدیم. بله، شما شبهای قدر اومدی، تا شبهای آخر ماه مبارک رمضان ادامه میدادی دیگه اصلا شاید خدا اجازه نمیداد تو گناه بکنی. روایتشو امشب براتون بخونم در همین بحث عزم. حالا شبهای آخر ماه مبارک رمضان اتفاقا وقتشه که آدم این قدم اول رو ازش خیلی محکم حرف بزنه. قدم اول فرمودن قدم عزمه. آقا من متقاعد شدم باید قدم بردارم در این راه، باید عزم کنی، باید نیت کنی. نیت و عزم رو میشه با از هم تفکیک کرد، ولی حالا ما دیگه زیاد تفکیک نمی کنیم که بحثمون جمع بشه تو این شبهای آخر. همت کنی، دورخیز کنی. من میخوام انشاءالله، انشاءالله خدا کمک کرد، دوست دارم به اینجا برسم. اینو بنویسی، حتی جملهشو بنویسی برای خودت. کنار این کلمه در خونه خدا با خدا مناجات کنی. شما میبینید حضرت امام، حضرت امام شد، حتما یه وقتایی خواسته از خدا. میبینید ما هیچی نشدیم برای اینکه نخواستیم. نه آقا، حضرت امام تلاش کرد، ما تلاش نکردیم. ببین عزیز من، حضرت امام تلاش کرد، خدا کمکش کرد. ما اگه میخواستیم خدا در تلاش ما هم کمک میکرد. نه آقا، حضرت امام معرفتش بیشتر بود، ما معرفتمون کمتر بود که نشدیم حضرت امام. نه خیلی، حضرت امام خواست، خدا بهش معرفت داد. ما نخواستیم، خدا بهمون نداد. این خواست اولیه، عزم اولیه خیلی اهمیت داره. یه دفعه تفاوت رو زیاد میکنه. تو این برنامه های المپیک دیدید 200 متر رو، یا تو این دعایی که مثلا کوتاه، یعنی مسافت کمتری رو باید برن، یه جایی رو میگذارن برای شلیک اول، میذارن کف پاشون که این قدم اولو که میزنه محکم خودشو پرت کنه جلو. خیلی قدم اول مهمه براشون. منتها اینا بحث قدم برداشتن، دویدن با پاهاست. اگر ما میتونستیم یه مسابقه دو برای روح آدم ها بگذاریم، میدیدیم همش قدم اوله. مثال بهتری بخوام بزنم، مثال این موشکی که از زمین میخواد کنده بشه. وقتی میخواد موشک از زمین کنده بشه بره بالا، اون قسمت اولش خرج زیادی داره، زحمت زیاد داره. بعد بره دیگه، حالا سوخت کمتری در ادامه مسیر وقتی که از فشار جاذبه زمین خلاص شد میتونه با سوخت کمتری بره جلو. شما ببینید این قدم اول بی خدا نمیشود، و قدم اول با خدا بخواهد بشود، به این عزم و به این نیت و به اون دعا و توسل و اون چیزهایی بود که چارتایی بود که عرض کردم. حالا دیگه به همین عزم فعلا بپردازیم. یک روایت از مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام هست برای شما بخونم. خیلی روایت عجیبیه. بعضیا واقعا از همین روایت خبر نداشته باشن، حتی تبدیل به آدم های ضد انقلاب هم میشن. حالا من میگم بعد برای چی. امام صادق علیه السلام از قول پیامبر گرامی اسلام نقل میفرماید که پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید خداوند متعال فرموده است. در واقع حدیث میشه حدیث قدسی. قال الله عز و جل ما اطلع على قلب عبد، من خبردار نمیشم از قلب بنده خودم مگر اینکه در این قلب چنین ویژگی ببینم چنان کاری بکنم. این ساختار بیانی روایت هست. حالا من میخوام فارسی راحت تر ترجمه کنم، اینجوری میشه: تا من اطلاع پیدا بکنم که در قلب بنده خودم یه هم چیزی هست، چی؟
فاعلم فیه حب الاخلاص لطاعتی لوجهی و ابتغاء مرضاتی. دوست داره برای من اخلاص ببرزه، طاعت بکنه منو و رضایت منو جلب بکنه. من ببینم بندم دوست داره، من ببینم بندم دوست داره. الا تولیت تقویمه و سیاسته و تقربت منه. من به عهده میگیرم تقویمشو، به عهده میگیرم برنامه ریزیشو، به عهده میگیرم و سیاستشو به عهده میگیرم، ادارش میکنم. اصلا خودم حادثه‌های زندگیشو یه جوری میچینم به من، به سمت من بیاد. و تقربت منه. عجب جمله ای هست این جمله. من بهش نزدیک میشم. همه نماز میخونن به خدا نزدیک میشن، خدا فرمان من بهش نزدیک میشم چون دیدم این دوست داره. دوستان من اجازه بدید کمی با هم تند حرف بزنیم، اشکال نداره؟ البته من فکر میکردم خودم دارم میام خیلی مهربون شدم، اما ولی خودم کمی هم که سالت پیدا میکنه مهربون میشه، ولی اینجا ما باید با خودمون دعوا کنیم. اگه یک کسی آدم بدی شد بهش بگیم، نه به کسی نگیم، به خودمون بگیم. بعد آدم به کسی چیزی بگه. اگه دیدیم خودمون خوبی نیستیم به خودمون بگیم تو چه آدم خبیثی هستی که حتی دوست نداشتی آدم خوبی بشی. دوست داشتی که خدا دستتو گرفته بود که نمیخواست زحمت بکشی زیاد، حتی اینم نبوده. میفرماید من خودم مثلا برنامه زندگیشو تنظیم میکنم. این بفهمم دوست داره، میخواد. حالا من یه لایه ای از عزم که محبت هست رو گرفتم، عزم که شدیدتر از محبته، یعنی اون محبت نزدیک به اراده است. محبت که هنوز تبدیل به عزمم نشده این اثر رو داره. حب الاخلاص، دوست داره، دوست داره مخلص من باشه. خدا میفرماد من به قلب بنده خودم نگاه کنم، ببینم دوست داره، ادارهشو به عهده میگیرم، تقویم شده. تقویم شنیدید که مقدراتشو دستم میگیرم، تقویتش میکنم، سیاستش میکنم، مدیریتش میکنم و به سمت خودم میارمش. عزم نکردیم. البته کسی عزم بکنه بلافاصله فرشته ها نازل نمیشن، پرده های غیب بره کنار، امتحان دیگه نشه، اینجوری نیست اوضاع. ولی بالاخره خدا یه جوری به صورت غیر مستقیم میرسونه بهش، زندگیشون پیش میبره. فداتون بشم، روز قیامت فقط ما سرمون رو تکون میدیم از حسرت برای یه مسئله. خودم نخواستم، خودم نخواستم. هیچ کی نمیگه من نتونستم. الان آماده هستید با هم دیگه اعتراف کنیم ما نتونستیم آقای بهجت بشیم یا نخواستیم؟ بله، نخواستیم، نه نتونستیم، نخواستیم. و حالا مثلا آقای بهجت از ما بیشتر زجر کشیدن تو زندگی که آقای بهجت شدن؟ بگو نه والله. سرجم میبینی بازم ایشون راحت‌تر اما زندگی کرده. سرجم میبینی آرامش ایشون بیشتر، لذتش بیشتر. خب اصلا ما چرا نخواستیم؟ دیوانه بودیم مگه؟ خب بله دیگه، گفتلا دیوانش و دیوانگی هم عالمی دارد. عالمش همینه، همین عالم بدبختیه که بنده درش فرو رفتم. حالا شما که الحمدلله از باب تذکر و مفید بودن موعظه این حرفای بنده رو میشنوید، کارتون درسته. نخواستیم، چون نخواستیم
چون خواستن خیلی مهمه. فرمود عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. آدم میخواد، یه وقت پیش خودش میخواد، یه وقت هنگام عمل میخواد میشه عزم، یه وقت در خونه خدا میخواد میشه دعا، یه وقت در خونه اهل بیت میخواد میشه توسل. خواستن، برای خواستنتون وقت بگذارید. خدای من میخوام آدم خوبی بشم، برای این شبا 10 دقیقه وقت بگذارید. دوستان من چند دقیقه؟ مثل شهابی نباشه به ذهنت خطور بکنه عبور کنه. شهاب دیدی تو آسمون روشن میشه خاموش میشه؟ من اونجوری نفس ندارم که با هم مفصل صحبت کنیم، ولی این صحبت خیلی پرحرارتیه. من نباید این صحبت رو خیلی شل اجرا کنم، بقیهش رو واگذار میکنم به جان پر احساس و پر ادراک شما. عزم خیلی مهمه، اراده خیلی مهمه. اراده چسبیده به عمل رو من عرض نمی کنم، اراده بدون عمل. توی فوتبال یه چیزی میگن بعضی وقتا، میگن فلان بازیکن بازیکن خوبیه، دوندگیش در زمین بدون توپ زیاده. بعضی از این بازیکنهایی که خیلی پول خرجشون میشه اما خاصیت ندارن، فکر میکنن یه کسی هستن ولی عملگی حاضر نیستن بکنن تو زمین، دوندگی حاضر نیستن بکنن، وای میسه توپ بهش برسه. ما لیدریم، ما همچی ساده که نیستیم که. نه، بازی کن تو زمین فوتبالات بدوه، بدون توپ بدوه. هر موقع توپش شد با توپش هم خوب کار میکنه. حالا دیگه در مثل مناقشه نیست، اینا برای اینکه یادمون بمونه. ما ها لازم نیست همیشه سر عمل اراده کنیم، بدون توپ هم بدویم. حالا فعلا عمل نیست، خواست هست. ملائکه میگه نه، این اصلا وقتهای دیگه هم این خیالش نیست. اصلا ما ندیدیم روزی 10 دقیقه قصه بخوره، چرا من اینجام؟ من باید برم جلو، من باید حرکت کنم، من بعد خدا رو از خودم ناراحت بکنم. دعا بیشتر از این که بخواد تأثیر رو پروردگار عالم بگذاره که آقا خدا بیا ما رو ببخش و بیا ما رو بپذیر، تأثیر رو خود آدم میگذاره. خدا میاد بشین اینا رو بخونی کمی خجالت بکشد، حداقل خودت فرق بکنه حالت. بعضی ها متاسفانه عادت کردن به دعای کوتاه خواندن. از ماه رمضان دعای یا علی یا عظیم بلدن، دعای ابو حمزه صومالی بلد نیستن. بابا دعای ابو حمزه صومالی یعنی وقت میگذاری برای خواستن. آقا اگه لازم بود به خدا میخواستیم بگیم گفتیم. بله، تو به خدا که بخوای بگی که همون یک کلمه اول کافیه. بحث خدا نیست، بحث خودته. و به خودت چی نگفتی؟ خودت حالیش نشد، خودت به خواستن نرسید، خودت در خواستن قور نکردی، در خواستن عمیق نشدی. جوانها، من ازتون تمنا میکنم عمرتون رو ضایع نکنید، هر شب دعای ابو حمزه بخونید. این طاقت، این محبت و عشق و نمیدونم حال معنوی نمیخواد، یه جو غیرت میخواد، یه جو همت میخواد. دعای ابو حمزه صومالی حال نمیخواد. آقا من باید بتونم همه دعا رو عشق بریزم، این چه منطق غلطیه؟ ائمه هدا علیهم السلام هم دعا میخوندن همه شو عشق نمیریختن. نه، امشب دعای خوبی نشد چون من حال نداشتم عشق بریزم. انگار دعا گاز عشق‌آوره، وقتی عشق نریختم این اثر نداره، این کار نمی کنه. نه عزیز من، دعا رو آدم برای توجه قلبی میخونه. جلسات دعای خوب برقرار بشه، دعای ابو حمزه صومالی رو بخونن بشینن. نگو من چه فایده ای داره برم همش از اول دعا تا آخر دعا عشق نریزم؟ آقا چه منطق شما جیبت در آوردی؟
مثل اینکه بعضیا زیارت یک امامزاده رو، زیارت یک حرمه امامی رو مساوی بگیرن با حاجت گرفتن. آقا بریم مشهد، نه الحمدلله حاجت ندارم. چقدر بیمزه است این حرف. آقا دعا روح آدم رو در خواستن بار میاره، خواستن رو در انسان تقویت میکنه. انسان خیلی از اوقات دعا رو با تفکر میخونه، نه اینکه دعا رو با تضرع همیشه بخونه. ما عددش نیستیم دعا رو همیشه با تضرع بخونیم، ما نمیتونیم، ولی ما باید اینقدر دعا کنیم تا این خواستن در ما شکل بگیره. اصلا تو نخواستی، کی خواستی؟ وقت باید بگذاری برای خواستن. آقا امام سجاد علیه السلام بلد نبودن خلاصه حرف بزنن با پروردگار عالم؟ نه، تو رو خدا به من جواب بدید. بله، چرا جواب نمیدید به من؟ آقا ائمه و هدا گاهی از اوقات یه کلمه دعا دارن، یه شب خوندیم یه فراز از دعای امیرالمومنین رو، همه رو جمع میکنن تو همون یه کلمه. الهی انت تکونو کما احب، فجعلنی کما توحب. تمام. اگه برای خواستن از خدا بودم یه جمله بسته. چرا امام سجاد علیه السلام دعای ابو حمزه سومالی رو اینقدر طولانی کرده؟ بالاخره یه نفر تو این شهر جواب منطقی به ما بده که بعد بگم ما به این دلیل است که شبها دعای ابو حمزه سومالی رو همه رو از اول تا آخر نمیخونیم. میخواد گریه کنه، دعا هم براش بهونه است، دکون باز کرده خودشو ارضا کنه، میگه خواهم حال ببرم، کیف کنم. تو معنویت هم دنبال کیف کردنه، دنبال کیفیت دار شدن نیست. بله، کسی که نمیتونه تفکر بکنه در معنای دعای ابو حمزه سومالی، بعد از اون طرف حال خوشی هم نداره، حالا اون ممکنه بتونیم بعضی وقتا بهش بگیم تو نمیخواد دعا بخونی، زده میشی، بچه تو به زور نبر دعا، زده میشه. ها، اونا داریم یه همچی مواردی رو، ولی من میتونم فکر کنم. بعضی وقتا اثر فکر کردن پای دعا خیلی بیشتر از عشق ریختنه، خیلی بیشتر از عشق ریختنه. ببخشید من امروز دارم خیلی حاشیه میرم، ولی باید اینا رو عرض بکنم، چون اینا سر اون بزنگاهایی است که ما گیر میکنیم. کسی که ذهنش تلویزیونی و کارتونی و فیلم سینمایی بار بیاد، ذهنش با موسیقی رشد کنه، این نمیتونه هیچ وقت دعا بخونه، قرآن هم نمیتونه بخونه. همیشه عادت کرده با یه حرکت‌های عجق وجقی توجهش رو جلب کنن، حوصله‌اش سر میره، دیگه میخواد بشینه دعا بخونه یه ساعت، هی ذهنش میپره. بهترین فیلم ها رو هم تو تلویزیون گذاشتن، روانشناس ها میگن زیاد تلویزیون دیدن آدمو خرفت بار میاره. روانشناس ها میگن، من بحث مذهبی نمی کنم، چون ذهنت عادت میکنه با ورجه ورجه کردن و با بازی کردن توجه شما رو جلب کنن. وقتی یه دونه دعا میگذارن جلوت، میگن یه ساعت فکر کن، میگی اوه کی میره این همه راه رو یه ساعت فکر کنم؟ یه توی بهترین فیلم سینمایی ها یه ساعت جلو من بازی میکنن تا من یه دقیقه فکر کنم. تو الان میگی بدون فیلم سینمایی من یه ساعت فکر کنم؟ کی میره این همه راه رو؟ دعا، جلسات دعای متفکرانه. بعد اونا کم کم مثل کاشتن بذر میمونه در یک سرزمین حاصلخیز، این بذرها به مرور تبدیل میشه به یک باغ، به یک جنگل بسیار سرسبز، به یک کشتزار. بعد اونایی که متفکرانه مدتی دعا میخونن، یک متضرعانه دعا خواهند خوند که نگو. بذارید همینجا عرض کنم دیگه، چاره ای نیست، اینا تذکراتی که ما همین امشب، از همین امشب میتونیم بهش عمل کنیم. میگه من در نماز چجوری توجه پیدا کنم؟ خب پدرت خوب، مادرت خوب،
تو دعا آدم خیلی راحت میتونه توجه پیدا کنه. تا حالا تمرین کردی دعا خوندن و دعا خوندن رو تمرین نکردی، میخوای بری مستقیم تو نماز خوندن توجه پیدا کنی؟ من واقعا نوبرش رو آوردی ها. مثل این که بگن آقا ثبت نام میکنیم، هر کی میخواد مسابقه المپیک برای وزنه برداری بیاد، هیکلیاش بیان. مثل این کار رو نمی کنن. او وح از بین ورزشکارها توی باشگاه ها پیدا میکنن، بعد مسابقه میگذارن، هفت خانو میگذارن تا طرف بره یه وزنه میخواد با بازوی خودش بلند کنه. روح کجا؟ جسم کجا؟ وقت شما آمادگی روحی پیدا نکرده میخوای سر نماز وزنه بزنی، کجا آدم توجه در نماز رو میتونه تقویت کنه؟ دعای ابو حمزه سومالی رو بذارن جلو پا، حالا این پا اون پا کن، چارزانو بشین، دوزانو بشین، خم شو، بیست، غرقش بشو. شما به اندازه یه ساعت دعای ابو حمزه سومالی نمیتونی توجه پیدا کنی با این همه فراز و فرودهای جذابی که تو دعا داره. بعد شما میخوای به خدا سر نماز توجه پیدا کنی، معلومه این کار نیستیم دیگه، ما نمیشه، تمرین باید کرد. حالا ما چرا رفتیم سراغ دعای ابو حمزه سومالی خوندن شبای ماه مبارک رمضان؟ اولا میخوام عرض بکنم اینجور نیستش که دعای ابو حمزه سومالی مال امام زین العابدین علیه السلام باشه، هر کی سطحش اینقدر بالاست باید اینقدر دعا طولانی بخونه، و الا ما همون دو کلمه بخونیم بریم. نه، دعا که حالی کردن یه حرف به خدا نیست که. خدا شما اصلا اومدی همه حرفاتو بلده، فهمید حرفاتو. آقا میخوایم بریم به خدا یه کلمه بگیم برگردیم، یه خدایا من میدونی منظور ما چیه؟ خدا میگه هیچ چی نمیخواد بگی، من همه‌شو میدونم، برو راحت شرت کم. یا وای نستی مناجات بکنید و فکر کردیم من آدم دیرفهمی هستم، بعد تو باید هی بشینی مفصل برای من توضیح بدی تو من بفهمم. دعا برای این نیست که آدم به خدا چیزی رو حالی کنه، نعوذ بالله. دعا مفصل شدنش مال اینه که آدم یه چی حرفی رو به خودش حالی بکنه. آقا من میخوام. واقعا میخوای؟ یه ساعت بشینی میفهمی که اصلا نمیخوای. نه تنها واقعا نمیخوای، اصلا نمیخوای. هیچ چی تو جنتت نیست. دعا که طولانی میشه آدم به خودش حالی میکنه، میخواد. شما دعای طولانی خوندی به نتیجه نرسیدی؟ دعای طولانی اتفاقا مال ماهاست. و امام سجاد علیه السلام هم که دعای طولانی میکنه از سر این تواضعی که خودشو عبد ذلیلی در مقابل پروردگار عالم میدونه، یه فرصتی برای ما پدید میاد که مثل امام سجاد علیه السلام، ما حقیقتا بنده کوچکی هستیم. ایشون خودشونو بنده کوچکی میدونن، در مقایسه با ما بزرگن، منتها ندیده میگیرن بزرگیاشونو، طولانی دعا میکنن. ما هم همینقدر دعا کنیم. میخوای برای خواستن باید وقت بگذاری. ببین خالی بندی که نمیشه کرد که. چند دقیقه وقت میگذاری برای خواستن؟ الان بذاری من ببین چند دقیقه وقت میگذارم امروز، همینقدر وقت میگذاریم کافیه. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدای دیگه هم مزاحمت نمیشی، میتونی به کار دیگه بپرد. یعنی ما واقعا نوبرش آوردیم. وقت شما نگاه کن، امام سجاد علیه السلام همین یک کلمه ما رو ببخش و بیامرز رو چند جور بیان میفرماید. به چند زبون، به چند بیان. این برای اینکه خواستن در انسان توسعه پیدا کنه. خواستن قدم اوله، عزم قدم اوله. این خواستن در ما توسعه پیدا کنه، راه باز میشه. نخواستی. و خدا هم خیلی برای دینش ارزش قائل، نمیده به هر کسی. واقعا خدا غیورا نمیده. نخواسته چی بهش بدیم؟ خدا به ما توفیق نده بفرما. راست گفت، واقعا میخواد. اگه واقعا میخواست سه جمله دیگه واسش درست میکرد. دیدی یه مادری بچهش مریض باشه بخواد بگه بچه‌مو شفا بده، اینجوری نمیگه. میگه خدای این بچه من اینجوری شده. اصلا جزئیات
مشکلش رو توضیح میده، بعد جزئیات سوختگی خودش رو ول نمیکنه که مامانه دیگه، شما ما برای خودمونم مامانی نمیکنیم. واقعا از خدا بخوایم، خودمون بخوایم، این خواستن راه رو باز میکنه. اصلا آدم نورانی به کی میگن؟ میفرماید در روایت، روایتش هست، حالا دیگه وقت گرفته شد و خلاصش رو فارسی عرض میکنم، میفرماید وقتی بنده مؤمن یک کار خوبی رو میخواهد انجام بدهد، از او بوی خوب به مشام فرشته ها میرسد، و وقتی میخواهد یک کار بدی انجام بدهد، از او بوی متعفن و بد به مشام فرشته ها میرسد. بعضی آدم های خوبی هن. یه ذره خوب بشی تو هم میتونی بفهمی بوی خواسته های خوب آدم ها به مشام شما خواهد رسید. یعنی چه آدم خوبیه؟ آقا کجا آدم خوبیه؟ این دوست داره خوب بودن. این خیلی آغاز ارزشمندیه. اصلا همش همینه. دوباره من عرض بکنم، فرق بین ما و امام چیه؟ خلاصه کنید. امام خواست، ما نخواستیم. ما چرا نخواستیم؟ ما احمق بودیم نخواستیم. نمیدونم چی، من خودمو دارم عرض میکنم، نفهمیدم. این صحنه ایست که شما روز قیامت خواهید دید. نه آخه ما نمیتونستیم، نمیتونستیم نداریم، خدا میتونست تواناییشو بده. بوده افرادی که تو لجنزار دست و پا میزنن، خواستن، خدا دستشونو گرفته بیرون، مثل یه فرشته پاکشون کرده. خواستن. آقا ما هم میخواییم. ببین سر خودتو کلا نذار، اگه میخوای به اجمال برگزارش نکن، یه ساعت پاش بشین. یه بزرگی به من فرمود برای فلان خواسته برو سر قبر فلان ولی خدا. بعد یه دفعه گفت ببین یه ساعت بشین. نه رو بگو من اینو میخوام، خداحافظ شما، با اجازتون زیاد تعمد ندم، خداحافظ شما، من رفتم. یه ساعت وقت بذار بخوا. این فرق میکنه با این که و میبقا بری رفتی و خواستی. حالا یه وقتی اصلا عجله داره، وقت نداره، وقت دعا نیست، ابی نداره، ولی دیگه شبای ماه رمضان که دیگه وقتش هست. قدم اول اینه که آدم واقعا باید بخواد. خیلی چیزا رو باید بخواد. در مورد زیاد خواستن شبهای قبل صحبت کردیم، در مورد یعنی چیزی که میخواد سطحش بالا باشه، در مورد اون در مورد این قبلا صحبت کردیم، همت بلند دار که مردان روزگار. امشب در مورد بست دادن این درخواست در وجود خودمون صحبت کردیم. بشینیم در کنار درخواستمون، بنشینیم. یکی از مراجع عظام تقلید به بنده می فرمودن من با فرزندان مرحوم آخوند بالاخره ارتباط داشتم، و ایشون از دوران کودکیشون که با شیخ انصاری آخوند خراسانی همسایگی هایی داشتن صحبت می کردن. حالا طلبه ها می فهمن شیخ انصاری کیه، درس خارج ایشون کتاب شده یا خودشون مثلا تنظیم فرمودن. هنوز حوزه بعد از شاید قریب به 100 سال شاید بشه نتونسته بگذره از این کتاب، قوی ترین کتاب درسی حوزه است. بعد ایشون میگفتن که ما فکر میکردیم شیخ انصاری چقدر کار مطالعاتی میکنه که میاد اینجوری دقیق. میدیم خب سر شب که میخواد بخوابه قرآن و راز و نیاز و اینا، میگیم خب صبح دیگه ایشون مطالعه میکنه. دیدیم سحرم بلند میشه دوباره برنامه عبادت. گفتیم خب پس دیگه صبح باید بخوابه دیگه. دیگه صبحم بعد از نماز دیدیم همجوری عبادت. بعد یه مختصری مطالعه و بعد بابا پس کش ما به عنوان همسایه ایشون فرزندان مرحوم آخوند به این مرجع بزرگوار تقلید فرموده بودن، ایشون داشتن به من میگفتن. بعد ما هم داریم خدمت شما عرض میکنیم. شیخ انصاری بیشتر وقتشو به عبادت میگذاشته. یعنی بیشتر وقتشو بر اساس محاسبات عادی ما.
نه اینکه حالا بیشتر وقت من اکثر حج. آقای بهجت هم در این زمینه رضوان الله تعالی علیه جمله ای دارن که قریب به همین مضمون این چنین سیره ای رو پیشنهاد میکنن. خودشون هم در زندگیشون همین بود، از نظر علم و معرفت هم کم نداشتن. واقعا باید وقت زیاد گذاشت برای درخواست از پروردگار عالم. خب شهر کوفه این شبها دلش گرفته دیگه، صدای مناجات امیرالمؤمنین رو نمیشنوه. یه مؤمنی اگر جای عبادتی بکنه وقتی از دنیا میره، اون قطع از زمین و اون آسمانی که بالاش هست گریه میکنن، میگن خب خدایا بنده خودتو بردی، ما بهش انس پیدا کرده بودیم. بعد خدا فرشته ای رو مأمور میکنه تا روز قیامت محل عبادت او عبادت کنن، وقت اثرش ثوابش رو هم ثواب براش معین میکنه، ثوابش رو هم میگذاره برای همون فرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام جای خالی مناجات هاشو در نخلستان های شهر کوفه و حتی مدینه به سرش باقی گذاشت و رفت. زمین و زمان مدینه و کوفه دارن عشق میریزن. خدا شاهده اگه برید همین الان کوفه و مدینه، صدای گریه زمین و زمان رو میشنوید. من مبالغه نمی کنم، اما این آیه قرآنه. میفرماد فرعون مثلا از دنیا میره، زمین و آسمون گریه نمی کنن براش. پس معلوم میشه آدم های خوب از دنیا میرن، زمین و آسمون گریه میکنن. واقعا هم دیگه زمان نداره که، امیرالمؤمنین هم که فراتر از زمانه. عشق میریزن، جای خالی صدای علی ابن ابی طالب رو میشنون. یه جمله روزه بخونم. خدایا زمین و زمان دل دارن، زینب کبرا دل نداره که دختر دلبند امیرالمؤمنین است. حسنین صدای بابا رو دیگه نمیشنون، آیا دل ندارن؟ بزرگترین مصیبت، اصلا شما بگو شمشیر به فرق امیرالمؤمنین نزدن، آقا با مرگ طبیعی از دنیا رفتن. مگر پیامبر گرامی اسلام علی ظاهر لااقل با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. چقدر فاطمه زهرا گریه کردن برای پدر، زینب کبرا چقدر باید این ایام سوگوار باشه. همه غم‌های عالم به دل زینب می نشینه. وقت حالا شما نگاه کنید، یه دختر داغداری پدر نازنینی مثل امیرالمؤمنین رو از دست داده باشه، خب این میخواد آرام بگیره، آیا نباید بره کنار قبر پدرش بنشینه گریه کنه راحت، یه کمی آرام بگیره؟ الهی فدای امیرالمؤمنین بشم. امیرالمؤمنین رو مخفیانه به خاک سپردن تا زمان امام صادق علیه السلام. بدن مطهر ایشون مخفی بود، مرقد مطهرشون. اگرم میرفتن زینب کبرا مخفیانه بوده، چه جرمی انجام دادن؟ کسی از دنیا میره، پدری با افتخار جایی از دنیا بره، پسراش همه محل رو پر میکنن، فردا تشییع پیکر پدر ماست، همه میریزن، همسایه ها آشناها با افتخار جلوی جنازه راه میرن. به خدا پر افتخارترین پدر امیرالمؤمنین بود، اما باید نیمه شب آرام و مخفیانه مثل مادرشون فاطمه امیرالمؤمنین رو به خاک بسپرن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.